به نام خدای رنگین کمان، امیدوارم هر جایی که هستید شاد باشید و پیروز. امروز سه شنبه 18 ژوئیه 2023 رو شروع میکنیم با نام و یاد جاویدنامان راه آزادی ایران عزیز. یه نگاهی خواهیم داشت به وضعیت بازارهای مالی، نگاه در واقع هم چشم انداز روزان اول یه نگاه کنیم ببینیم که دیروز چه اتفاق افتاد، دادای دیروز یه بار بررسی کنیم و چشم اندازی که امروز داریم. در مورد دیروز دادایی که منتشر شد از ایالات متحده نشون داد که بخش تولید دوباره یه مقدار ضعف داره در بخش تولید، یعنی بخش تولید این ضعفی که به صورت کلی ما در چند ماه در بخش تولید شاهد هستیم، ضعف این رو ادامه داد، نشون داد که این ضعف همچنان ادامه داره. دادایی که منتشر شد داده میزان فعالیت اقتصادی بود که فعالیت تولیدی بود که ایالت نیویورک منتشر در واقع در ایالت نیویورک بود. بعد یک دو تا دادی دیگه هم داشتیم که منتشر شدن، به من یه نگاهی بکنم تقویم دیروز رو بیارم. شاخص نیویورک منتشر شد و یک دو تا شاخص دیگه هم منتشر شد، الان یادم نیستش. نشون به صورت کلی نشون دهنده بود که بحث تو بخش تولید که در ایالات متحده دچار ضعف است در ماه‌های گذشته، این ضعف عمومی همچنان ادامه داره ولی نه به اون شدت، یعنی ضعف نرم عمومی ادامه داره. این در مورد ایالات متحده، اما دیروز بیشتر در مورد چین بود، یعنی اخباری که دیروز بیشتر داشتیم از همه بیشتر بحث چین بود. تولید ناخالص داخلی چین به صورت سالانه 6.3% رشد کرد، خیلی عدد خوبیه، بهترین عدد در دو سال گذشته است، ولی کمتر از اون چشم انداز 7.3% بود که در سه ماه دوم دولت چین انتظار داشت که رشد داشته باشه و به صورت در مقیاس سالانه در مقیاس خود کوارتر دوم 8% رشد کرد که بهتر از 0.5% انتظارات بود. این به صورت کلی دادا رو وقتی نگاه می‌کنیم از چین، همینطور ما همزمان 4.4% رشد تولید صنعتی رو داشتیم، ولی دادای دیگه ای داشتیم از چین که مقدار نگران کننده بود و اون هم، یعنی اخباری که داشتیم از چین مقدار نگران کننده بود، اونم بخش مسکن. دادای بخش مسکن چین بسیار ضعیف بود و سررسید های شرکت مثل ایورگراند داره به در واقع نزدیک میشه، تا دو تا سه ماه دیگه مونده ای سررسید های پرداخت های اوراق قرضه ای که داره. دوباره نگرانی رو نسبت به اینکه بخش املاک و مستغلات چین آیا بتونه اون انتظارات رو برآورده کنه و آیا بتونه این سررسید های اوراق قرضه که فروختار این سررسید هاشو بتونه پر کنه و به موقع بتونه یا نه، این نگرانی دوباره داره در چین افزایش پیدا میکنه و همین مسئله یه مقدار باعث شد که در بازار سهام چین فشار روی سهام بیشتر بشه. البته این نگرانی ها رو ما باید اینو درک در نظر بگیریم که روز جمعه این هفته، همونطور که تو ویدیو چشمانداز هفته گرم ارز کردم خدمتتون، بانک خلق چین جلسه داره، اما چشماندازی که وجود داره اینه که نرخ بهره در همون 3.55% تغییر نکنه. نکته که اما وجود داره اینه که باز دوباره پیش بینی میشه که احتمالا بانک مرکزی نرخ بهره رو عوض نکنه، ولی این دفعه بیاد، این دفعه قبل نرخ بهره رو کاهش داد از 3.65 کاهش داد به 3.55، اما این دفعه احتمالاً بیاد چیکار کنه، بیاد یه محرک جدید معرفی کنه، مثلا بیاد بگه که مثلا دارم میگم که احتمال بسیار زیادش اینه که نرخ اون درصد میزان ذخایر بانکی نسبت به وام بانکی که وام هایی که میتونه صادر کنه، رزرو ریکوایرمنت ریشو بهش میگن، اون رو بیاد کاهش بده. اگر اون رو کاهش بده این یعنی بانک ها میتونن وام های بیشتری پرداخت کنن، این مقدار نقدینگی تو بازار تزریق میشه. در مورد نقدینگی تزریق شدن تو بازار چین هم نگرانی نسبت به این مسئله وجود نداره، چون نرخ تورم چین نرخ عدد بالایی نیستش که بخواد نگرانی ایجاد بشه. در مورد چین مقدار نگرانی ها در واقع هم خوشبینی داریم هم نگرانی داریم. این خوشبینی و نگرانی ها رو اگه بخوام ترکیب کنیم ببینیم تاثیرش رو میتونیم رو بازار ببینیم. مثلا میگیم که هانگ سنگ 2.7% سقوط کرد، 2.2% سقوط کرده، شانگهای 3.3% سقوط کرده، کاهش پیدا کرده امروز. یعنی هم نگرانی وجود داره هم یه سری خوشبینی وجود داره. به صورت کلی داده‌ها نشون دهنده این هستش که ما در مورد چین باید یه مقدار دست به عصاتر باشیم فعلا، اما برعکسش در هند بازارهای سهام هند خیلی عالی رشد کردن، در هفته‌های گذشته رکوردهای جدیدی دارن به سر میرسونن، اما خیلی سرگیر و هشدار میدن که حواستون در مورد بازار سهام هند باشه، به خاطر اینکه در ماه‌های اخیر، در یکی دو سال اخیر به خصوص و در ماه‌های اخیر
به خصوص خیلی مرتبط قرار گرفته، سهام سرمایه زیاد داره منتقل میشه و اگر چون احساساتی هم یه مقدار تحدید داره برخورد بشه باهاش در ماهای اخیر، اگر اخبار منفی بیاد بیرون شاید بتونه رشدش سریعش یه دفعه متوقف بشه. در مورد چین موضوع دیگه هم هستش که بازارهای سهام چین و هنگ کنگ به خصوصی که داره که هنگ کنگ امروز بیش از 2% کاهش پیدا کرده، 2.2% تقریبا، این هستش که بعد از رشدهای اخیری که در شرکت‌های بزرگی مثل علی بابا و انت و اینا در هفته‌های اخیر داشتیم، یه سری پروفیت تیکینگ کردن، یعنی رشد خیلی خوبی که دیدن رو سر سهامشون رو فروختن و از بازار خارج شدن. این مثلا باعث شد که البته این مقدار فروش در بازار سهام چین داشته باشیم. نکته ای که دیگه در دیروز وجود داشت، در مورد چین صحبت کردیم، در مورد کانادا، در مورد کانادا خرده فروشی کانادا رو ما اگهش بنکنم دیروز داشتیم یا روز جمعه داشتیم، در مورد کانادا عمده فروشی، در واقع شاخص عمده فروشی و سرمایه گذاری خارجی رو داشتیم. نشون دهنده به صورت کلی این بود که عمده فروشی 3.8% سالانه رشد کرده که از 1.4% ماه قبل بهتر بوده، ولی خب 1.4% در واقع کمترین حدش بوده از سال 2020، ولی خب در حال بهتر از ماه قبل بوده. شاخص قیمت مصرف کننده در واقع 0.3%، حالا تو بخش عمده فروشی، اگر بخش تو بخش عمده فروشی حالا جزئیات ریستر حالا زیاد شاید کاربردی نباشه، به صورت کلی اینو بخوام بگیم که تو بخش عمده فروشی روی رشد عمومی داشتیم. تو بخش عمده فروشی که تا حدی البته میتونیم نسبت بدیم که به یکی 3.8% رشد کرده، که فکر میکنم احتمالاً رشد 3% از این بیشتر به دلیل اسمی باشه، یعنی به خاطر تورمی که در ماه گذشته در کانادا داشتش پیدا کرد بیشتر به اون دلیل باشه، وگرنه آره بیشتر از تقریبا میتونیم بگیم عمده فروشی واقعی سروش 0.8% رشد کرده، به خاطر اینکه بحث تورم هم اگر در نظر بگیریم خالص کنیم میشه اولش 0.8% رشدش، و همون 0.8% هم البته عدد بعدی نیستش، بعد از کاهش در واقع جسمن کردن تورم میتونه عدد نسبتا خوبی باشه. دیروز زیاد دیگه داده دیگه ای نداشتیم. امروز اما تو تورم اقتصادی امروز بیشتر از هرچی رو تورم میتونیم بگیم تو اروپا داده اقتصادی خاصی که منتشر بشه نداریم. در امریکا و کانادا دادهای مهمی داریم. امریکا دادهایی که امروز روزهای خرده فروشیش باید منتشر کنه، دادهای خرده فروشی امریکا منتشر میشه، و در کانادا تورم، هم تورم در واقع مصرف کننده منتشر میشه، هم یه عددی به نام RMPI میشه شاخص قیمت مواد خام اولیه. این شاخص قیمت مواد خام اولیه که کانادا منتشر میشه سروش تقریبا شبیه همون تورم تولید کننده است. امروز این دوتا تورم منتشر میشه، پیش بینی میشه که تورم مصرف کننده به صورت ماهانه یه چیز اولش CPI سروش 3.3% رشد کنه، که این 3.3% رشد کردن تورم کانادا کمتر از 14% ماه قبل به صورت عمومی نشون میده که اون بعد از اینکه یکی دو ماه رشد تورم در کانادا مقدار شهید شده بود، شاید در این ماه این دوباره کاهش پیدا بکنه، رشدش اینقدر تعدیل بشه. خرده فروشی امریکا هم داریم که پیش بینی میشه به خاطر فصل در واقع توریستی رشد خرده فروشی رو شاهد باشیم، که احتمالاً به صورت 3.3% ماهانه ما خرده فروشی رو داریم، و 0.5% ماهانه کور سی پی آی کور داده خرده فروشی هست، یعنی به غیر از مواد غذایی و انرژی هم احتمالاً 0.3% رشد کنه. مد بخش انرژی احتمالاً، یعنی با در نظر گرفتن بخش انرژی رشدش بیشتر خواهد بود، بیشتر به این دلیل که فصل تابستونه، این فصل تابستون میتونه به خاطر سفرهای بیشتر و غیره مصرف رو ببره بالا. البته یه چیز هم کنم، دیروز یه داده منتشر شد در مورد میزان مصرف بنزین. این میزان مصرف بنزین کمتر از انتظارات بود، یکی در حالی که این در واقع الان فصل مسافرت هاست، فصل گرماست و مسافرت هاست و فصل جاده زدن به جاده، که در اصل باید به صورت تاریخی میزان مصرف بنزین خیلی افزایش پیدا بکنه نسبت به ماه قبل، یه مقدار این داده ضعیف‌تر بود نسبت به ماه قبل، رشد کمتری داشت. دلیل اصلیش هم این است که گرمای بیش از حد باعث آتش سوزی و سیر لغو سیر مسافرت ها و تفریح شده در این سری ایالت ها، و همین مسئله باعث شد که میزان مصرف انرژی هم بیاد پایین‌تر. حالا باید فردا که میزان ذخایر
انرژی منتشر میشه در واقع امریکا، باید ببینیم که حالا با توجه به اینا قیمت چطور میشه. ولی مسئله دادی که داشتیم اینه، میزان ذخایر انرژی در هفته گذشته احتمالاً یه مقدار کاهش پیدا بکنه بعد از اون رشدی که در هفته گذشته داشت، میزان ذخایر باید احتمالاً کمتر بشه. این کلیت داده بود که دیروز داشتیم. در تطبیق سرمایه اقتصادی امروز گزارش درآمدی هم میتونه ادامه پیدا بکنه که خیلی مهمه، مثل بانک آف امریکا و مورگان استنلی، این دوتا مهمترین گزارش درآمدی امروز هستن که هر دوتاشون هم قبل از شروع بازارها دقیقه قروش ساعت 3-4 به وقت ایران گزارش درآمدشون منتشر میشه. هفته قبل گزارش درآمدی بانکی که داشتیم همشون بهتر از انتظار بودن و رشد خیلی خوبی رو داشتن و این باعث شد که بازار سهام آمریکا هم دیدگاه مثبتی درشون به وجود بیاد. این هفته حالا باید ببینیم که با توجه به گزارش درآمدی بانکی که امروز هستش و از فردا گزارش درآمدی بسیار مهمتر داریم، بازخورد بازارها چطور خواهد شد. این کلیت بازارها، امیدوارم که به دردتون خورده باشه، براتون مثبت و مفید بوده باشه. نکته خاصی که بخوام تو بازارها بگیم که بگیم که خب به این دلیل الان اتفاق خاصی افتاد نداریم. وضعیت عمومی بازارها همون داده تقویم اقتصادی مسئله بود که عرض کردم خدمتتون. حالا باز اگر سوالی داشتید زیر همین ویدیو در اینستاگرام چه در یوتیوب بنویسید، حتما باز خواهیم گشت و به سوالهای شما هم جواب میدیم. در مورد وبینار روز جمعه فراموش نکنید که ثبت نام کنید. مثلا همیشه روز جمعه وبینار داریم. وبینار روز جمعه این هفته در دو مقایسه استراتژی معاملاتی هستش که بین بازارهای سهام و بازار فارکس انجام میشه، یعنی تفاوت استراتژی ها هستش بین این دوتا. برای بچه‌ای تو اینستاگرام هستین بالا در بایو پین کردم برای گذاشتم، برای بچه‌ای که در کلاب هاوس هستید که بالا اتاق پین شده. خیلی خوب، شاد باشید و پیروز و تا فردا که دوباره فرصت بشه در خدمتتون باشیم. خدا یارو نگهدارتون.